با رومیسا چندلی آشنا شوید. 21 ساله، دانشجوی رشته کامپیوتر، محجبه از 12 سالگی، عاشق موسیقی راک، اریک کلپتون و قانون شریعت. I think all young girls are confused. همه دختران جوان سردرگم هستند. به حجاب ربطی نداره. منتها وقتی حجاب به این سردرگمی اضافه میشه، رنگ سیاسی و ایدئولوژیکی میگیره. در ترکیه حجاب در قلب شاخ به شاخ شدنهای سیاسی سکولاریستا و محافظه‌کاران قرار گرفته است. هر کس تعبیر خود را دارد. من روسری میبندم چون امر الهی است. حجاب میپوشم چون در قرآن آمده است. دو دلیل داره، سنت و مذهب. قرآن میگوید زن باید پوشیده باشند، اما نه به زور. حجاب فقط مسئله مذهبی نیست، سیاسی است و یا مانع به هیجان آمدن مردان. مسئولیت زن نیست که خودش را بپوشاند که مردها هیجان زده نشوند. دلیل پوشیدن حجاب هرچه که باشد، تعداد زنانی که در ترکیه میگویند آزادانه حجاب را انتخاب کردند به 69% میرسد. با وجود روی کار آمدن دولت محافظه‌کار رجب طیب اردوغان، هنوز هستند دانشگاه‌هایی که دختران محجبه را راه نمیدهند. خیلی چیزها در ترکیه بهتر شده، جز وضع زنان محجبه که بدتر هم شده. مروه کاوکچی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن در پایتخت آمریکا، بعد از آنکه در سال 1990 کرسی پارلمان را به خاطر پوشیدن روسری از دست داد، سمبل مسئله جنجالی حجاب در ترکیه شده است. اما آیا پوشیدن حجاب یک نوع مقاومت و عمل سیاسی است؟ من هیچ مشکلی با این امر ندارم. هیچ کد ملی و یا بین‌المللی هم وجود نداره که مانع از سمبول‌های سیاسی باشه. سکولاریستایی چون اجد تملکران، نویسنده روزنامه خبرترک، میگوید دولت اردوغان در آستانه رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی از مسئله حجاب بهره برداری سیاسی میکند. سیاست دخالتی وار، حجاب مسئله‌سنده یا یوخ؟ سیاست وار، dolayısıyla حجاب یک موضوع سیاسی شده. در نتیجه زنی که نمیتونه به دانشگاه بره، خونه نشین میشه. امام مسجد سلطان احمد مولود کندیلی میگوید حتی اگر زن کار نکند باید تحصیل بکند. رومیسا تا 2 سال پیش حتی با کلاه هم نمیتوانست وارد دانشگاه شود. با وجودی که حال اجازه تحصیل دارد، از دولت نخست وزیر رجب طیب اردوغان چندان هم راضی نیست. اگر این دولت قوی تر شود، ما هم مثل ایران می شویم. هیچ دلم نمیخواد مردم ترکیه و کسانی که میخوان بی‌حجاب باشند گرفتار چنین کابوسی بشند. حجاب چه سیاسی چه مذهبی از دنیای مد عقب نمانده است. پتانسیل بازار مد برای زنان مسلمان وسیعه، با رشدی 40 تا 50% در سال. توزل مسئول صادرات شرکت هاشم است که لباسهای ورزشی اسلامی تولید می‌کند. این لباس شناست با سربند و شلوار. این هم برای دویدن و راه رفتن. قیمت این لباس‌های ورزشی از 50 تا 200 دلار است. کانادا بزرگترین وارد کننده این لباس‌های ورزشی اسلامی است. ایران خریدار نیست. امروز مد برای زنان با حجاب فقط محدود به یک مانتو و یک روسری خسته کننده و بی‌رنگ و رو نمیشه. مد برای زنان با حجاب تبدیل به یک صنعت پولساز شده و اونچه که در ترکیه جالبه اینه که در این 1-2 سال اخیر زنان مسلمان ترک به پوشیدن عباهای مد خلیج فارس علاقمند شدن. به دیدن بعضی از این مدهای جدید خلیج فارس می‌ریم. I am against this actually. من در هر سیستمی مخالف استفاده از زن به عنوان مانکن‌های پروژه‌های اجتماعی هستم. در این حال اجه اضافه می‌کند که در ترکیه تصویر زن محجبه‌ای که تحصیل نکرده، زبان خارجی نمی‌داند و به مد و ورزش فکر نمی‌کند عوض شده و همسطح زنی سکولاریست است. اما هر دو از یکدیگر ترس دارند. رومیسا میگوید بدترین سوء تفاهم در مورد زنان محجبه این است که ما میخواهیم ترکیه را تبدیل به کشوری فاقد آزادی کنیم. نمیدانم یاغی هستم یا نه، ولی میدونم که عاشق موسیقی راک هستم و میخواهم گیتار را جدی دنبال کنم. نازی بگلری، صدای آمریکا، استانبول.